در مطالعهمون از کلام خداوند رسیدیم به باب 24 پیدایش بابی که تصویر زیبایی رو برای ما حکایت کرده از اسحاق و ربکا عروس اسحاق و امشب میخواستم این باب رو بخونیم با هم بعد میریم به قسمت هایی از کلام خدا که به ما کمک میکنه این باب رو بتونیم تفس تفسیر درستی ازش بکنیم به اونها رجوع کنیم و بعد بریم و این باب رو یک دفعه دیگه با هم نگاه کنیم ببینیم خداوند چه تصویری در عهد عتیق از این حکایت برای ما تو کلامش گذاشته پس بریم به پیدایش باب 24 آیه یک میگه ابراهیم اکنون مردی بود بسیار سال خورده و خداوند او را از هر لحاظ برکت داده بود روزی ابراهیم به ناظر خانه خود که رئیس نوکرانش بود گفت دست را زیر ران من بگذار و به خداوند خدای آسمان و زمین قسم بخور که نگذاری پسرم با یکی از دختران کنانی اینجا ازدواج کند به زادگاه هم نزد خیشاوندانم برو و در آنجا برای اسحاق همسری انتخاب کن ناظر پرسید اگر هیچ دختری حاضر نشد زادگاه خود را ترک کند و به این دیار بیاید آن وقت چه در آن صورت آیا اسحاق را به آنجا ببرم ابراهیم در جواب گفت نه چنین, نکن خداوند خدای قادر متعال به من فرمود که ولایت و خانه پدریم را ترک کنم و وعده داد که این سرزمین را به من و فرزندانم به ملکیت خواهد بخشید پس خود خداوند فرشته خود را پیش روی تو خواهد فرستاد و ترتیبی خواهد داد که در آنجا همسری برای پسرم اسحاق بیابی و همراه خود بیاوری اما اگر آن دختر نخواست بیاید تو از این قسم آزاد هستی ولی به هیچ وجه نباید پسرم را به آنجا ببری پس ناظر دستش را زیر ران سرور خود ابراهیم گذاشت و قسم خورد که مطابق دستور او عمل کند او با ده شطور از شطوران ابراهیم و مقداری هدایا از اموال او به سوی شمال بین النهرین به شهری که ناهور در آن زندگی میکرد رهسپار شد وقتی به مقصد رسید شطورها را در خارج شهر در کنار چاه آبی خوابانید نزدیک غروب که زنان برای کشیدن آب به سر چاه می آمدن او چنین دعا کرد ای خداوند خدای سرور من ابراهیم التماس می کنم نسبت به سرورم لطف فرموده مرا یاری دهی تا خواسته او را برآورم اینک من در کنار این چاه ایستادم و دختران شهر برای بردن آب می آیند. من به یکی از آنان خواهم گفت سبوی خود را پایین بیاور بیا بیا تا آب بنوشم اگر آن دختر بگوید بنوش و من شطرانت را نیز سیراب خواهم کرد آنگاه خواهم دانست که او همان دختری است که تو برای اسحاق در نظر گرفته ای و سرورم را مورد لطف خیش قرار داده ای در حالی که ناظر هنوز مشغول راز و نیاز با خداوند بود دختر زیبایی به نام ربکا که سبویی بر دوش داشت سر رسید و آن را از آب چاه پر کرد ربکا دختر به و نوه ناهور و ملکه بود و ناهور برادر ابراهیم بود ناظر نزد او شتافت و از وی آب خواست دختر گفت سرورم بنوش و فوری سبوی خود را پایین آورد و اون نوشید سپس افسود شطرانت را نیز سیراب خواهم کرد آنگاه آب را در آبشخور ریخت و دوباره به طرف چاه دوید و برای تمام شطرها آب کشید نازه چش بر او دوخته چیزی نمی گفت تا ببیند آیا خداوند او را در این سفر کامیاب خواهد ساخت یا نه پس از آنکه ربکا شطورها را سیر راب نمود ناظر یک حلقه طلا به وزن نیم مسخال و یک جفت علنگوی طلا به وزن ده مسخال به او داده گفت به من بگو دختر که هستی؟ آیا در منزل پدرت جایی برای ما هست تا شب را به سر ببریم؟ او در جواب گفت من دختر بتویل و نوه ناهور و ملکه هستم بله ما برای شما و شطورهایتان جا و خوراک کافی داریم آنگاه ها مرد خداوند را سجده کرده گفت ای خداوند خدای سرورم ابراهیم از تو سپاس گذارم که نسبت به او امین و مهربان بوده ای و مرا در این سفر هدایت نموده به نزد بستگان سرورم آوردی پس آن دختر دوان دوان رفته به اهل خانه خود خبر داد وقتی که برادرش لابان حلقه و علنگوها را بر دست خواهرش دید و از جریان امر مطلع شد نزد ناظر ابراهیم که هنوز کنار چاه پیش شترایش ایستاده بود شتافت و به او گفت ای که برکت خداوند بر توست چرا اینجا ایستاده ای؟ به منزل ما بیا ما برای تو و شتورهایت جا آماده کردیم پس آن مرد با لابان به منزل رفت و لابان بار شتورها را باز کرده به آنها کاه و علف داد. سپس برای خادم ابراهیم و افرادش آب آورد تا پاهای خود را بشویند. وقتی غذا را آوردن خادم ابراهیم گفت تا مقصود خود را از آمدنم به اینجا نگویم لب قضا نخواهم زد. لابان گفت بسیار خوب بگو. ناظر گفت من خادم ابراهیم هستم. خداوند او را بسیار برکت داده و او مردی بزرگ و معروف می باشد. خداوند به او گله ها و رمه و طلا ها و, ها و نقره های بسیار غلامان و کنیزان و شطورا و علاق های فراوانی داده است. ساره هم سر سرورم در سن پیری پسری زایید و سرورم تمام دارایی خود را به پسرش بخشیده است سرورم مرا قسم داده که از دختران کنانی برای پسرش زن نگیرم بلکه به اینجا نزد قبیله و خاندان پدریش آمده زنی برای او انتخاب کنم من به سرورم گفتم شاید نتوانم دختری پیدا کنم که حاضر باشد به اینجا بیاید او به من گفت خداوندی که از او پیروی می کنم فرشته خود را همراه تو خواهد فرستاد تا در این سفر کامیاب شوی و دختری از قبیله و خاندان پدریم پیدا کنی. تو وظیفه داری به آنجا رفته پرسجو کنی اگر آنها از فرستادن دختر خود خودداری کردن آن وقت تو از سوگندی که خورده ای آزاد خواهی بود امروز که به سر چاه رسیدم چنین دعا کردم ای خداوند خدای سرورم ابراهیم التماس می کنم مرا در این سفر کامیاب سازی اینک در کنار این چاه می و به یکی از دخترانی که از شهر برای بردن آب میآیند خواهم گفت از سبوی خود قدری آب به من بده تا بنوشم اگر آن دختر جواب بدهد بنوش من شطورانت را نیز سیراب خواهم کرد آنگاه خواهم دانست که او همان دختری است که تو برای اسحاق پسر سرورم در نظر گرفته ای هنوز دعایم تمام نشده بود که دیدم ربکا با سبویی بر دوش سر رسید و به سر چاه رفته آب کشید و سبو را از آب پر کرد به او گفتم کمی آب به من بده تا بنوشم او فورا سبو را پایین آورد تا بنوشم و گفت شطورانت را نیز سیراب خواهم کرد و چنین نیز کرد آنگاه از او پرسیدم تو که کسی او به من گفت دختر بتیویل و نوه ناهور و ملکه هستم منم حلقه را در بینی و او و لنگوها را در دستش کردم سپس سجده کرد خداوند خدای سرورم ابراهیم را پرستش نمودم چون مرا به راه راست هدایت فرمود تو دختری از خانواده برادر سرور خود برای پسرش پیدا کنم اکنون به من جواب بدهید آیا چنین لطفی در حق سرور من خواهید کرد و آنچه درست است به جا خواهید آورد به من جواب بدهید تا تکلیف خود را بدانم لاوان و بتویل به او گفتند خداوند تو را به اینجا هدایت کرده است پس ما چه میتوانیم بگوییم اینک ربکا را برداشته برو تا چنان که خداوند اراده فرموده است همسر پسر سرورت بشود به محض شنیدن این سخن خادم ابراهیم در حضور خداوند به خاک افتاد و او را سجده نمود سپس لباس و طلا و نقره و جواهرات به ربکا داد و هدایای های نیز به مادرش و برادرانش پیشکش کرد پس از آن او و همراهانش شام خوردن و شب را در منزل بتویل به سر بردن. خادم ابراهیم صبح زود برخواسته با آنها گفت حال اجازه دهید برویم. ولی مادر و برادر ربکا گفتند ربکا باید اقلا ده روز دیگر پیش ما بماند و بعد از آن برود. اما او, خواهش اما او گفت خواهش میکنم مرا معطل نکنید. خداوند مرا در این سفر کامیاب گردانیده است. بگذارید بروم و این خبر خوش را به سرورم برسانم. ایشان گفتند بسیار خوب. ما از دختر میپرسیم تا ببینیم نظر خودش چیست پس ربکا را صدا کرده از او پرسیدند آیا مایلی همراه این مرد بروی وی جواب داد بله میروم آنگاه با او خداحافظی کرده دایش را همراه وی فرستادند هنگام حرکت ربکا را برکت داده چنین گفتند خواهر امیدواریم مادر فرزندان بسیاری شوی امیدواریم نسل تو بر تمام دشمنانت چیره شوند پس ربکا و کنیزانش بر شتوران سوار شده همراه خادم ابراهیم رفتن در این هنگام اسحاق که در, سر، سر، در سرزمین نگب سکونت داشت به برلهی رویی بازگشته بود یک روز از هنگامی که در صحرا قدم میزد و قرق اندیشه بود سر خود را بلند کرده دید که اینک شتوران میآیند ربکا با دیدن اسحاق به شتاب از شطور پیاده شده و،, و از خادم پرسید آن مردی که از صحرا است، به استقبال ما میآید کیست وی پاسخ داد اسحاق پسر سرور من است با شنیدن این سخن ربکا با روبند خود صورتش را پوشانید آنگاه خادم تمام داستان سفر خود را برای اسحاق شرح داد اسحاق ربکا را به داخل خیمه مادر خود آورد و او را به زنی گرفت به او دل بست و از غم مرگ مادرش تسلی یافت بابی نسبتا طولانی همجور که میدونین قرائت فارسی برای من ساده نیست <applause> در این مورد هم خداوند فیز میبخشه ولی چه حکایت جالبی نه چه داستان زیبایی حالا قبل از اینکه بریم وارد جزیات شیم میخوایم بریم توی کلام خداوند و به کلیدهایی دست پیدا کنیم که این باب رو برای ما تفسیر میکنه به ما توضیح میده جریان چیه چرا خداوند تقریبا دو صفحه و نیم رو در کلامش برای این حکایت جا گذاشته چرا خداوند اینقدر به طور دقیق این جر... جریان رو برای ما توصیف کرده خب خداوند هیچ کارش بی مورد نیست بدون منظور نیست. هدف و منظوری داره بنابراین میریم ببینیم خود کلام چجوری این آیات رو تفسیر میکنه آمین یه در پیدایش دو باب قبل باب 22 نگاه کردیم و دیدیم اسحاق نمونه ای از مسیحه یادتونه اون درس ها که با هم دیگه بررسی کردیم به اون, به اون مطالب یه ذره رجوع میکنم باب 22 پیدایش دیدیم که تولد اسحاق موجزه بود درسته؟ چون ساره باردار نمیشد ابراهیم پیر شده بود ساره 90 سالش بود و در سن 90 سالگی طبق وعده خدا که گفته بود من به شما پسری خواهم داد اسحاق به دنیا میاد همینطور میدونیم که عیسی مسیح تولدش یک معجزه بود آمین از باکره به دنیا آمد از مریم باکره به دنیا آمد طبق پیشگویی ها تولد اسحاق 22 سال قبل از به دنیا آمدنش پیشگویی شده بود خب ایسا چه هزار سال قبل از به دنیا آمدنش برای اولین بار در باغ عدن تولدش پیشگویی شده بود خب پس ببینیم اینجا مشابهتی است اسحاق تا حد مرگ مطیع پدرش ابراهیم بود و همینطور عیسی تا حد مرگ روی صلیب مطیع پدر آسمانی بود پس اسحاق نمونه ای از مسیحه در این حکایت همینطور ابراهیم نمونه ای از پدر آسمانیه که پسر یعنی ایسا رو قربونی میکنه دیدیم در اشعیا باب 22 وقتی خداوند به ابراهیم میگه برو و پسرت رو برای من قربونی کن ابراهیم را میفته میره به اون محلی که خداوند بهش میگه رو اون تپه اساق رو میخوابونه برای قربونی که خداوند جلوی او رو نگه میداره و برای او قوچی میفرسه که به جای پسرش قربونی شه و بعد میبینیم چیه؟ ابراهیم بر میاد نزد نوکرانش پایین تپه ولی اسحاق ذکر نمیشه اسحاق ابراهیم بر نمیگرده بنابراین میبینیم ابراهیم نمونی از پدر آسمانیه همینطور در اشعیا باب پنج و سه آیه ده میگه اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد چون جان او را قربانی گناه ساخت خب مشابهت رو میبینین ابراهیم داشت پسر رو قربانی میکرد خدای پدر ایسای پسر رو قربونی میکنه خب پس ابراهیم نمونه ای از پدر آسمانیه ناظر خانه ابراهیم یعنی خدمتکار ارشد ابراهیم که نمونه ای از روح القدسه میبینیم در باب پونزه پیدایش برای اولین بار اسم این خدمتکار ارشد ابراهیم اسم برده شده که الازر دمشقیه خب ولی تو این آیه باب 24 میبینیم به عنوان ناظر اسبرده شده اسمش مشخص نیست روح القدس که به طور مخصوصی داره به موسا که نویسنده این کتابه نویسنده این کتاب پیدایشه الهام میده که چی بنویسه و اینجا اسم خودش رو ذکر نمیکنه. کنه روح القدس خودش رو معرفی نمیکنه. فقط به عنوان ناظر شناخته شده اینجا چون روح القدس کلام خداوند چی میگه؟ میگه اومده که مسیح رو نمایون کنه مسیح رو جلال بده نه خودشو خب؟ همینطور در رساله های پولس میبینیم که وقتی پولس داره سلام علیک میکنه با کلیسای خودش میگه به فیض و رحمت خداوند پدر و عیسی مسیح خداوند روح القدس رو ذکر نمی باز روح القدس که به پولس داره میگه چی بنویس خودش رو ذکر میکنه تو این بیانات عیسی مسیح در یوحنا باب 15 آیه 26 فرمود لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما میفرستم یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد او بر من شهادت خواهد داد عیسی مسیح گفت وقتی روح القدس میاد از جانب خدای پدر وقتی که من میرم روح القدس رو میفرسم روح القدس میاد راجع من صحبت میکنه نه راجع به خودش خب بنابراین ممکنه در وهله اول بگیم این باب چرا این ناظر اسمش نیست اینجا <applause> این هم یکی از موارد دیگه است که نشون میده این کلام به دست بشر ساخته نشده به دست بشر خیال پرورده نشده تمام این نکات تمام این چیزهایی که اینجا به این زرافت ثبت شده و گذاشته شده تمام اینا حکمتی درش هست و اون دانشونانی که دا مقدس میدونن جریان چیه چون روح خدا اینا رو براشون براش مکشوف کرده حالا ربکا خب نمونه ای از عروس مسیحه خب ربکا میره که عروس اسحاق باشه گفتیم اسحاق نمونه ای از عیسی مسیحه ربکا نمونه ای از عروس مسیحه که کلام خدا میگه چیه؟ کلیساست ایمانداران به مسیح کلام خداوند ایمانداران به مسیح رو به عروس مسیح تشبیه کرده خب ببینین کلیدهایی های که داریم اینجا این کلیدا رو میگیریم که بریم این حکایت رو یک دفعه دیگه با همدیگه نگاه کنیم ببینیم جریان چیه حالا به این چند باب پیدایش نگاه میکنیم که این کرونولوژی این ترتیبی رو که خدا در کلامش گذاشته ببینیم چیه یه, تص... یه... میایم از دور نگاه میکنیم به این چند باب ببینیم خدا داره اینجا چه نقشه ای رو چه هدفی رو برای ما ذکر میکنه پیدایش باب 21 میبینیم اسحاق به طور مجزازها متولد میشه پیدایش باب 22 اسحاق میره که قربونی شه خب و در آیه 19 باب 22 میبینیم که ابراهیم چی میشه به نزد نوکرش برمیگرده به نزد نوکرانش ولی اسحاق ذکر نمیشه خب اسحاق در اون قسمت نمونه از صعود مسیح به آسمون خب پدر با ابراهیم بر نمیگرده بیاد بلکه دیگه ازش ذکر نمیشه تا این باب باب 24 خب پس از باب 22 تا باب 24 هیچ ذکری از اسحاق نیست پیدایش باب 22 آیات 20 تا 23 میبینیم که چیه درست بعد از اینکه ابراهیم میخواد این قربانی انجام بده و بعد خداوند قوچی میفرسته به جای اسحاق اسحاق ذکر نمیشه ابراهیم برمیگرد نزد نوکرانش فوری در آخر این باب 22 میبینیم فورا داره میاد میگه که خبر به ابراهیم رسید که ملکه همسر ناهور برادر ابراهیم هشت پسر زایید اسامی آنها از این قرار بود که یکی از اون پسرها به پدر ربکاس اینجا ذکر شده خب خداوند درست بعد از اینکه اسحاق که نمونه از مسیحه که به آسمان صعود کرده داره چیکار میکنه اینجا داره تدارکات عروسی رو میبینه بتیویل زایده میشه پدر ربکا متوجه هستین چی داره میشه خب در کل بندی کنیم چیه جریان عیسی مسیح که اومدنش به این دنیا چهار هزار سال قبل از ظهورش برای اولین بار در باغ عدن پیشگویی شده بود و همینطور به مراتب در عهد عتیق پیشگویی شده بود به طور مجازاسا به این دنیا میاد خب سی سال زندگی میکنه و طبق پیشگویی ها که در عهد عتیق بود همینطور پیشگویی هایی که خودش در متا سه بار میگه عیسی مسیح میگه من اومدم که قربانیشم برای گناهان دنیا و دنیا رو نجات بدم و این کار انجام میشه. روز سوم از مرگ قیام میکنه، زنده میشه و به آسمان صعود سو... میکنه. اوکی؟ عیسی قبل از صعودش به آسمان به شاگردانش فرمود: من از پدرم درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند. این پشتیبان و تسلی بخش همان روح القدس است که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد. به هفت هفته پس از مرگ و زنده شدن مسیح روز پنتکاس فرا میرسه در اعمال رسولان این رو میخونیم وقتی که ایمانداران دور هم جمع بودن مسیح به آسمان صعود کرد ایمانداران دور هم جمع بودن در اورشلیم اونجاست که طبق وعده عیسی مسیح روح القدس میاد بر ایمانداران قرار میگیره جایی که داشتن دعا میکردن و تمام اونها از روح خدا تعمید میگیرن و بعد پتروس و شاگردانش میستن می و پتروس بشارتی میده به اون جمعی که برای عید عید اومده بودن اونجا جمع شده بودن چندین هزار نفر اومده بودن جمع شده بودن وای میسه و می با اونها مسیح رو بشارت میده و اون روز سه هزار نفر به مسیح ایمان میارن کلیسای اولیه شروع میشه عروس مسیح در اون چیزی که دیدیم در باب 22 آخرش که میگه بتیویل پدر ربکا به دنیا میاد در حقیقت اون ربکا داره اینجا به صورت مسیح داره فرم میگیره خب به صورت عروس مسیح خب اونجا بود که کلیسای اولیه شروع میشه و بعد در باب 24 پیدایش میبینیم که حالا ابراهیم ناظرش رو یعنی رقد روح القدس رو داره میفرسته خدای پدر یا خداوند عیسی مسیح تا برای پسرش عیسی عروسی آماده کنه و به نزد عیسی بیاره به نزد اسحاق بیاره برای هر جا میگم اسحاق جاش مسیح رو بذارین هر جا میگم ناظر جاش روح القدس رو بذارین خب متوجه شدین حال جریان چیه؟ آیه پنج در باب 24 ناظر میپرسه اگر هیچ دختری حاضر نشد زادگاهش رو ترک کنه و به این دیار بیاد اون وقت چی؟ آیا من پسر رو ببرم اسحاق رو ببرم اونجا؟ و ابراهیم میگه نه این کار رو نکن ابراهیم در اقت وعده های خدا رو متذکر میشه اون چی که خداوند گفته در کلامش بایستی انجام شه ثابته تغییر نمی کنه خداوند کلام خودش رو بالاتر از نام خودش قرار میده و اون چی که خداوند گفته بایستی انجام شه قرار نیست اسحاق به این دنیا برگرده چی؟ در حقیقت عیسی به این دنیا برگرده تا عروس رو تدارک ببینه ایسا منتظره که عروس آماده بشه برای ملاقات با او خب ابراهیم گفت نه 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 اگر نخواست عروس بیاد مسئله ای نیست ولی پسر نمیره اونجا یه دفعه رفت ایسای مسیح یه دفعه اومد برای جهان قربانی شد به آسمان صعود کرد و الان منتظره که عروس بیاد به او بپیونده پس قرار بر اینه که عروس آماده بشه و عروس به داماد بپیونده آیات 9 تا 21 ناظر میره که خواسته ابراهیم سرورش رو انجام بده میبینه کنار چاه دختران زیادی دارن میان برای آب بردن ولی ناظر میخواد که خداون اونو هدایت کنه در مورد اون دختری که خداوند مخصوصا کنار گذاشته برای اسحاق کسان زیادی میان پیام رو میشنون کسان زیادی به کلیسا میان کسان زیادی دارن این پیام رو از طریق تلویزیون و ماهواره ها و رادیو و اینترنت دارن میشنون خب ولی مسیح گفت گفت اگر روح خدا روح پدر روح القدس شما رو نزد من نیاره اگر پدر شما رو نزد من نیاره هیچ کدوم از شما به من ایمان نمیارید و خداوند که عارف قلوب میدونه از قبل کی عروس مسیح میشه کی به او ایمان میاره خب بنابراین اینجا میبینیم روح القدس منتظره که خداوند بهش بگه که کیه خب وقتی ربکا به سر چاه میاد میگه ناظر به سرعت به طرف او شتافت خب وقتی اون شخصی که خدا میدونه میاد قلبش رو میده به مسیح از قبل میدونه خدا اینو وقتی روح القدس میاد روح القدس میاد که او رو ملاقات کنه معطل نمیکنه میره که او رو ملاقات کنه میره سر اون چاه که گفتیم چاه آب نمونه چیه کلام خداست <applause> همجور که کلام خدا داره گفته میشه خب روح القدس داره کار میکنه شخص رو داره ملاقات میکنه امشب داریم کلام خدا رو میگیم سر اون چاه آب هستیم روح القدس داره کارشو میکنه میره دم در قلب اون کسایی که باید این پیامون بشنون و جواب مثبت بدن به دعوتش ربکا نه تنها به ناظر آب میده بلکه میگه به تمام شطورات هم آب میدم ده. ده تا شطور که هر کدوم این شطور میگن حدود 20 گلان آب میخوره خب حدود 200 گلان بعد به این آب شطرها آب بده <applause> تا این شطور سیر بشن شوخی نیست <applause> نمیدونم شما گلان رو دیدین چقدر سنگینه و با اون به صلاح سبوی خودش بعد اینا رو تو چام مینداخت میکشید بالا اینا رو میارد خالی میکرد اون آبشخوره که شتران از اون آب میخورن کار ساده ای نبود ولی جالب اینجاست که عیسی ایسا، ایسای مسیح در متا باب 11 فرمود ای تمامی کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید زیرا باری که من بر دوش شما میگذارم سبک است عروس ایسا با وجود روح القدس تو زندگیش خسته نمیشه سر این چاه که کلام خداست نمونی از کلام خدا و با ملاقات ربکا با این ناظر که نمونه از روح القدسه این دختر جوون ده تا شطر رو آب میده و گرگر هم نمی کنه. خسته نمیشه تشنه نمیشه گشنه نمیشه نمیگه آقا بریک تایم الان یه وقتی باشه اینجا یه ده دقیقه استراحت کنم بیشینم یه لغمه نون بخورم ضعف پیدا کردم آقا خودم یه ذره از این آب بخورم نه از موقعی که شروع میکنه به ناظر آب دادن شطرا رو شروع میکنه آب دادن عروس ایسا که با روح خدا زندگی میکنه خسته نمیشه کسی که متوجه میشه خسته است کلافه است حوصله کلیسا رو دیگه نداره حوصله این جلسات بایبل رو نداره حوصله نداره این کلام بخونه حوصله نداره دور ایمانداران جمع بشه داره نشون میده این روح القدس تو زندگیش کاهش یافته و یا وجود نداره ولی بله خب در این زندگیمون هم مشاهده میکنیم اشخاصی که هزار جور بلا و مرض براشون پیش میاد در منزل خداوند هستن یه شنبه <تص> از آسمون آتیش بباره تگرگ بباره اونجان هر جایی که میگن دعاست اونجان هر جایی که کلام خداست اونجان خسته نمیشن <applause> و خدا را خدمت میکنن و شکر بله کلیدش پوری روح القدسه ناظر به ربکا فورا هدایایی میده علنگو و نقره و اینجور چیزای زینتی همینطور که روح القدس به کلیسا عطایا میده خب روح القدس به کلیسا چه عطایایی میده عطای حکمت عطای ایمان عطای انجام معجزات عطای نبوت عطای تشخیص روحها عطای تکلم به زبانها و عطای محبت که بالاترین عطاست که تا ابد باقی میمونه این عطایه که روح القدس به کلیساش میده. پولس در اول قرنتیان باب 12 میگه تمام این عطایا از جانب روح القدس است و اوس که تصمیم میگیره به هر کس چه عطایی ببخشه. آیه 28 ربکا فورا میره و به خانوادهش میگه که چی شد و لابان برادرش تا هدایا رو میبینه تا این طلا جواهرات رو میبینه که به ربکا داده شده فورا با اشتیاق میره به سر چاه جایی که ناظر ایستاده بود وقتی روح القدس یک شخص رو ملاقات میکنه و این شخص از طرف روح القدس عطایایی دریافت میکنه فورا میره تو خانوادهش چیکار میکنه میگه شما نمیدونید چی شده بذارین بگم زندگی من چی شد چجوری زندگی مبدل شده چجوری روحیم افکارم روانم تبدیل شده چجوری محبت اومده تو قلبم این چیزی که نمیتونستم هیش... اون کسایی که به من بدی کرده بودن هیچ وقت ببخشم الان میبینم بخشیدم چطور دارم متوجه میشم ملکوت خدا یعنی چی چطور دارم متوجه میشم کلام خدا یعنی چی کلیسا یعنی چی وقتی میره اینو با خانوادهش سعی میشه بعضی ها فوری میان و میگن ما میخوایم ما همین چیزی که تو دریافت کردیم میخوایم ما میایم ببینیم اون جایی که کلام خدا داره گفته میشه سر اون چاه چه خبره ما میخوایم بریم با این ناظر با این روح القدس ملاقات داشته باشیم بعضی ها مشتاق میشن خیلی ها میان به خاطر این علنگو و طلا و نقره ها اینجور چیزا رو میبینن میگن خب اگه من الان دیپرشن دارم خب میام بعضم خوب میشه میام خوب میشه حالا روانشناس چرا برم ساعتی 200 دلار پول بدم که الان بعضی 40 دلار دارن چارج میکنن ارزون کردن نرخو چرا 40 دلار اصلا بدم خب میام میرم اینجا شفا پیدا میکنم دیگه میان میشینن شفا خدا میده و بعد میرن فقط اومدن این علنگوها رو بگیرن برن ولی بعضی ها نه متوجه میشن جریان یه چیزی که من میخوام اون چیز رو که تو دریافت کردی اونو داشته باشم اون اشتیاقی رو که تو داشتی اومدی به من اینو گفتی اون حیجان و اون, اون شور و اون قوت و اون برکتی رو که تو گرفتی منم میخوام داشته باشم و میرن نزد روح القدس میرن نزد کلام خدا میان که کلام رو بشنون و اونها هم تبدیل بشن و همینطور میشه چون هر کی که میاد به نزد مسیح خدا ردش نمی آیات سی و چهار تا چله هشت ناظر میبینیم دوباره تمام جریان رو برای این خانواده تعریف میکنه دقت کردین من داشتم اینجا رو میخوندم دوباره همون چیزایی بود که خداوند در کلامش قبلا گفته بود دوباره ناظر داره همه اینا رو دوباره تعریف میکنه برای این قرائت این قسمت خیلی طولانی شد ولی مخصوصا خواستم شما متوجه این مطلب بشید عیسی فرمود وقتی روح القدس نزد شما بیاید شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد ناظر که نمونی از روح القدس وقتی میره این خانواده رو ملاقات کنه تمام سیر تا پیاز براشون میگه میگه جریان چیه میگه کی او رو فرستاده میگه برای چه هدفی فرستاده شده به اونها میگه که جریان چیه اسحاق کیه به اونها اسحاق رو تشریح میکنه از برکت ها میگه از کاری که خدا کرد میگه از هدایت ها میگه از این کارهای زیبایی که خداوند این ناظر رو هدایت میکنه که ربه کار تشخیص بده از اینا میگه از امور روحانی در حقیقت داره با اینا صحبت میکنه وقتی روح القدس میاد یک خانواده رو ملاقات, ملاقات میکنه همین صورته همه متوجه جریان میشن چیه همه این رو میشنون که مسیح کیه چرا اومد هدف پدر از اینکه مسیح رو فرستاد چی بود چرا مرد چرا زنده شد کجاست و جریان چیه روح قدس به اونا داره میگه که جریان جریان عروسیه جریان جریان پیوستن کلیسا با داماد آسمانیه آیه 49 ناظر از اونا میخواد که جواب بدن آیا اجازه میده که ربکا اجازه میدن که ربکا عروس اسحاق بشه یا نه خانواده ربکا میگن اگه خداوند تو رو اینجا هدایت کرده دیگه ما کی هستیم میگیم چی روح القدس هیچ وقت هیچ کس رو مجبور نمیکنه که عیسی رو قبول کنه فرق کار خدا کار انسان همینه دیگه انسان میگه اگر قبول نکنی کلت رو میبرم مملکت ما رو اینجوری مبدل کردن دیگه نه تاریخ رو بخونیم دیگه کلا رو گذاشتن همه لب چا لب جوب گفتن نه کن یا اینکه کلت بریده میشه همین امروزش همینه دیگه نه اگر نخوای مبدل اگر نخوای قبول کنی آقا جون بوم میبندیم میایم همه رو میکشیم ولی کار خدا اینجوری نیست روح خدا هیچکی رو مجبور نمیکنه که داماد رو قبول کنن اون داماده اون جنتلمنه <applause> نه یک قاتل روح القدس اجازه میگیره میگه اجازه میدین معلومه که این خانواده تشخیص میده که هدایت روح خداست میگه اگه خدا فرستاده ما دیگه کی هستیم بگیم نه اگه دختر من میخواد بیاد قلبش بده به مسیح من کیم که بگم نه آیات 52 تا 54 ناظر با شنیدن تصمیم این خانواده سجده میکنه خدا رو میپرسته و میگه خداوند از شکرت که منو هدایت کردی منو کامیاب کردی در این سفر و عطایای نفیسی به اون خانواده تقدیم میکنه وقتی یک نفر در یک خانواده ایمان میاره خدا برکتش رو بر تمام اون خانواده میرزه بپرسین خانوادهایی که شاید الان بین خود ما باشن که به تازگی به مسیح ایمان آوردن و میبینید یک موجی داره شروع میشه یک برکتی داره میاد یک خبرایی داره میشه که <applause> واقعا جالبه خداوند میگه وقتی نور و نمک وارد این خانواده میشه من برکت میرسم به تمام اون خانواده آیه پنج و پنج مادر رپکا میگه که دخترم یک ده روزی پیش ما بمونه و بعد بره این ده روز درقدر در ترجمه ابری یعنی ده ماه خب به عبارت دیگه خانواده عروس میگه بابا زیاد تون نرو اوکی حالا درسته میگی مسیحی شدم قلبم دادم مسیح اینا عاشق مسیحی شدم باشه باشه ولی تون نرو چرا دیگه افراتی داری میشی خب افراطی نشو دیگه هر یه شنبه باید پاشی بری کلیسا دیگه هر جمعه شب باید بایبل استادی باشی هر جایی که گفتم بیا دعا کنیم اونم نمیدونم کلام حالا باید بری خب بابا حالا نرو حالا یه مدت با ما باش خب <applause> شنیدیم دیگه خیلی از این حکایت ها نه ولی وقتی که میگن از ربکا بپرسیم چی میگه ربکا میگه من من باید برم من دیگه میدونم به کی تعلق دارم من دیگه میدونم این داماد کیه من اون رو شراختم و عاشق شدم من هر جایی که کلام او باشه هر جایی که حضور او باشه من اونجا من میخوام اونجا باشم آمین کلیسای خداوند میگه آمین هللویه روح که این اشتیاق رو در ما به وجود میاره که بیایم کلام خدا رو بشنویم که بیایم مسیح رو بپرستیم که با او زندگی کنیم با او تا آخر عمرمون روی این زمین زندگی کنیم و تا ابد با او باشیم آمین آیات 61 و 62 ربکا با خادم ابراهیم ناظر عازم سفر برگشت میشه و اسحاق که میگه در سرزمین نگب سکونت داشت به بیر, بیر لحی, لحی روی. میخوام در یعنی چاه لحی روی بر میگرده تا عروسش رو دریافت کنه اسحاق میاد به یه مکان دیگه و اونجا منتظر عروسش میشه جالب اینجاست که در رسوم ابری در رسوم یهودی ها وقتی که پسر وقتش میشه که ازدواج کنه پدر میره تدارکات جشن عروسی رو میبینه خب دو پدر خانواده میان با هم دیگه توافق میکنن و بعد یه جشن مختصری میگیرن و هم دیگه داماد به عروس مهریه میده و بعد جام شرابی رو با هم دیگه شریک میشن سهیم میشن خب بعد پسر میره و بعد شروع میکنه به منزلی ساختن کنار خونه پدرش مجاور خونه پدرش میره منزلی رو میسازه و وقتی که پدر میبینه همه چی آماده شده خونه ساخته شده و تمام امور جشن آماده است برای عروسی اون موقع پسرش رو میفرسته که بره عروسش رو بخونه و بیاره خب و ایسا اون داماد آسمانی در یوحنا باب 14 آیات دو و سه فرمود نزد پدر من جا بسیار است من میروم تا آنجا را برای شما آماده کنم وقتی همه چیز آماده شد چی باز خواهم گشت و شما را خواهم برد تا جایی که من هستم شما هم نیز باشید <تصفيق> شکر هللویا <applause> ایمانداران به مسیح منتظره اون صدای داماد آسمانی هستن که عروسش رو کلیساش رو ببره به حضور داماد هیچ کدوم از ما نمیدونیم اون روز و ساعت کیه خب ولی طبق وعده خداوند منتظر هستیم منتظر اون شب عروسی هستیم آمین همینطور که اساق به چاه لحی روی یعنی چاه خداوند میبیند رفت و منتظر شد همینطور عیسی هم دو هزار ساله که خونه ساخته و منتظر اون روز ساعت که عروسش رو بخونه با تمام پیام هایی که این اواخر شنیدیم و با این چیزی که داره توی مطالعه کتاب مقدس در این باب میبینیم خداوند یک هماهنگی اینجا داره جور میکنه برای بیننده ها و شنونده های ما خداوند یه پیامی رو داره به کلیسای جهانی میده تمام این پیام ها فکر میکنم تمامش رو خداوند ترتیب داده به طور سیستماتیک که هموطنان ما بشنون و ایمان بیارن چون داماد داره میاد داره میاد عروسش رو بخونه هللویا آمین آیات 63 تا 66 همینطور که اسحاق رفته بود و غرق در اندیشه بود و فکر بود ایسای خداوند هم در آسمان به فکر ماست و برای من و شما داره دعا میکنه و یک لحظه است که یهو میگه عروسش رو میبینه که داره میاد عروس از روح قدس میپرسه که اون داماد که داره میاد اون شخصی که داره میاد آیا داماده؟ رول قدس میگه بله همینطور که ناظر به ربکا میگه بله داماده که داره میاد روح خدا داره به کلیسا میگه عیسی مسیح دم دره داره میاد کلیسا رو ببره طبق تمام شواهدی که خداوند خودش در کلامش گذاشته گفت من شما رو یتیم نمیذارم من شما رو از امور آینده با خبر میکنم شما خواهید دونست که اون فصل کیه که داماد میاد عروسش رو بخونه شما این رو در تمام وجودتون حس خواهید کرد شواهد رو خواهید شناخت بر همین روح خودم رو بهتون میدم که شما بیدار باشید در تاریکی نباشید و الان اون فصله فصلیه که داره صدای داماد شنیده میشه که من دارم میام من دارم میام و ربکا به محضی که متوجه میشه داماد داره میاد میگه روبند خودشو میپوشونه کلیسایی که متوجه است داماد داره میاد ایسا داره میاد کلیسا رو ببره خودش رو در قدوسیت میبنده مسیح گفت اون روزی که من میام مثل دو در شبه که میام و کلیسا ما میبرم ولی میگه خیلی ها در عیش و نوشن خیلی ها زدن به این دنیا خیلی ها در دروغ شیطان زدن به دنیا و میگه اون روزی که من میام چند نفر دو دوان چند نفر در رابطه با من چند نفر چشمشون رو دوختن که ببینن اون دوماده داره میاد یا نه کلیسای خداوند وقتی شروع میکنه با گناهان این دنیا بازی بازی کردن مزه مزه کردن آماده نیست داماد رو ملاقات کنه همینطور که ربکا یک دختر باکره بود که میرفت با دامادش به پیونده کلیسای خداوند در خون مسیح ما رو پاک و قدوس کرده و ما رو آماده کرده برای ملاقات با داماد سماوی در حقیقت وقتی خدا به ما نگاه میکنه به ما آدمای پر از گناه به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح و وعده های او ما رو عادل و پاک میشمره فقط به خاطر ایمانمون نه به خاطر کارهای خوبمون ابراهیم فقط به خاطر ایمانش به خداوند یهوه بود که عادل شمرده شد وگرنه اون زمان نه شریعتی در کار بود نه چیزی که بخواد ببینیم مراسم مذهبی انجام بده همینطور انبیا رو میبینیم در زمان شریعت فقط به خاطر ایمانشون به خدا خدای راستین خداوند یهوه بودن که عادل شمرده شدن و کلیسای خداوند هم همینه به خاطر ایمانش به مسیح به عنوان خداوند و منجی و نجات دهندش به خاطر ایمانش به مسیح به خون مسیح که روی صلیب ریخته شد برای گناهانش عادل و پاک شمرده میشه و در حضور خدای پدر قدوس دیده میشه چون وقتی خدا به کلیساش داره نگاه میکنه داره در حقیقت به مسیح نگاه میکنه و تمام پاکی مسیح به حساب ما گذاشته شده شکر دیگه عرق سرد به پیشونیم نمیشنه وقتی میگن مسیح داره میاد بلکه با اشتیاق میگم هللویا خداوند بیا بیا ای خداوند ما رو از این وضعیت نجات بده ما رو ببر به چادر خودت به اون خونه که بر ما ساختی تا ابد جایی که دیگه اشک و آهی نیست دردی نیست غمی نیست ظلم نیست بیعدالتی نیست مرگ نیست شکر شکر ای خداوند مکاشفه باب 19 آیات 6 تا 8 میگه سپس آوای خوش آهنگ دیگری را شنیدم آوایی همچون سرود گروه عظیمی که تنین آن چون امواج خروشان دریاها و قرش پیاپی و رعدها بود و میگفت هللویا خدا را شکر زیرا خداوند خداوند توانای ما سلطنت می کند بیایید با یکدیگر وجه شادی کنیم و او را احترام نماییم زیرا زمان جشن عروسی بره فرا رسیده است عروس او نیز خود را مهیا کرده و به او اجازه داده شده تا پاکترین و سفیدترین و لطیفترین لباس کتان را بپوشد هللویا کلام <الخلاع> خدا هم میگه <ولیه> روح <ولیه> و عروس میگویند بیا هر کس که این را میشنود بگوید بیا هر که تشنه بیاید و هر کس مایل است بیاید و از آب حیات به رایگان بنوشد هللویا روح و عروس میان ای مسیح بیا وقتشه دیگه وقتشه هللویا